سپاس و درود. متاسفانه در یک زمانه بسیار سختی هستیم. آقای دکتر قاسمی اشاره فرمودن که دکتر یار شاطر چه مسائلی رو متحمل شد. بگذارید حکایتی رو از یک فرزانه دیگری براتون بگم. 18-19 سالم بود، سال اول دانشکده حقوق، آشنا شدم با زندیات دکتر مهرداد بهار، فرزند ملک و شعرای بهار. کلاسی گذاشته بود خیابان تخت‌جمشید برای آموزش زبان پهلوی و من چون خیلی دوست داشتم یاد بگیرم به کلاسش میرفتم. یه روزی در کلاس صحبت از هزار فرزانه کرد و اشاره میکرد که این زبان، زبان پهلوی، حضوارش هایی که توش اومده از زبانهای سغدی و غیره که ما یه جوری مینویسیم و یه جور دیگه میخونیم. همین الان هم تو زبان فارسی این مسئله رو داریم که خواهد و خواهد مینویسیم و از این نوع چیزا. بعد اشاره به هزار فرزانه کرد. من نمیدونستم، پرسیدم هزار فرزانه کی هم؟ گفت از زمانی که سپاه جاویدان در ایران درست شد، در زمان داریوش که 10,000 تن بودن، هر وقت یکیشون کشته می شد یا یکی آنن جاشو می گرفت که این 10,000 به هم نخوره، ایرانی ها هم از زمان حمله اسکندر 1,000 فرزانه داشتن. یکی در بلخ آهنگر و آن دیگری در نیشابور کتاب فروش، یکی دیگه زاره. اینا یه حلقه به هم پیوسته‌ای بودن که تمام مأموریتشون حفظ زبان و فرهنگ ایرانی بود. و برای من مثال زد وقتی عربا به ایران حمله کردن. خب اون دو قرن سکوتی که زرین کوب با عشق می نویسه، اون دو قرن سکوت دو قرن دردناکی است که با ما چه کردن، دخترای ایران رو چجوری می بردن. البغدادی کار جدیدی نمی کنی، این کارا تکرار شده تو تاریخ. این هزار فرزانه در چارسوی ایران زبان فارسی رو حفظ کردن. روزای جمعه به بهانه این که بچه هاشون رو ببرن صحرا نماز و عربی یادشون بدن، بچه ها رو می بردن توی غار و فارسی یادشون می دن. یه وقتی یادم ما اومده بودیم اینجا، سه پسر من انقدر کوچیک بودن که خب امید 6 سالش بود، نوید 2 سال و نیمش بود، نیما 1 سال و نیم، و ما شنبه های نارو میبودیم مدرسه فارسی پیش خانم طاهری، مدرسه رستم. و من پیش خودم میگفتم بگه خانم طاهری یه دونه از اون هزار فرزانه نیست، میتونه باشه. دکتر بهار به من گفت یکی از آن هزار فرزانه رو بهت معرفی میکنه، اسمش احسان یار شاطر. بعدها یکی دیگر رو شناختم، دکتر مقدم زرین کوب رو شناختم، فریدون جنیدی الان بنیاد نیشابوری یکیشونه. هیچ کدوم اعلام نمیکنن ما هستیم، اما موقع خاموشی به یکی دیگه واگذار کردن این مأموریت و مسئولیت رو که پس از من تو این لشکر هزار فرزانه هستی که کار تو انتقال این فرهنگ به نسل بعدی است، این زبان و این فرهنگ. شما یه ملت دیگر رو سراغ بیارید که 1600-700 سال زبانش تغییر کرده، یه تغییرات کوچک، ولی شما الان شعر رودکی رو میخونید، محال یه انگلیسی بتونه کار شکسپیر رو بدونه، تفسیر رو معنی و لغتنامه بخونه. اما شما شعر ناصح خسرو رو میخونید، شما میخونید ای آن که غمگنی و سزاواری و در نهان سرشک کمی باری، انگار داره آب روان با آدم حرف میزنه. رودکی یه شعری داره که یکی از زیباترین شعرهای زبان فارسی است. مرا به سود و فرو ریخت هرچه دندان، مگو دندان لا بل چراغ تابان بود. دندان رو داره، سپید سیم رده بود و
در و مرجان بود، ستاره سحری بود و قطره باران بود. فکر کنید شما دارید از یادم هزار سال پیش حرف میزنید. این هزار سال پیش چه کسی اینو به ما منتقل کرده؟ همین آدم هایی مثل احسان یارشاته. من در مورد این مرد بزرگ هرچه بگویم کم گفتم. دکتر قاسمی عزیز از ارتعاش دست گفت، قول شاملو همه لرزش دست و دلم از آن بود که عشق پناهی گردد، پروازی نگریزگاهی گردد. و این لرزش دست و دل پناهی میبرد به ایرانیکا. و این من باش نشستم دیدم، فرزند پیدا نکرد اما ایرانیکا شد فرزند. فکر کنید احسان یارشاطر در قرن پیشین شمسی به دنیا آمده، در سال 1299، یعنی الان این بزرگ مرد 96 سالشه و 50 سال شاید 52 سال عمرش رو روی ایرانیکا گذاشته. من وقت ازش پرسیدم این فکر و ذکر چه بود که در شما ایجاد شد؟ آقا من ملت‌های رو می‌بینم 100 سال تاریخ دارن، 200 سال تاریخ دارن، فرهنگ نامه‌ها برای خودشون درست می‌کنه. اشاره به بعضی از کشورهای عربی می‌کرد، میگه ببین چه جور دارن برای خودشون فخر می‌خرن، تاریخ درست می‌کنن، یه کوزه سفالی دارن میرن 3 تا موزه می‌ذارن. ما هر جای ایران رو بکنی تاریخه، فرهنگه. تو هر گوشه ایران میری یک نوع غذا میبینی، یه نوع رقص میبینی، یه نوع آواز میبینی. اینا باید جمع بشه. رژیمی الان روی کار آمده که دشمن رقصه، دشمن آوازه، دشمن زیباییست، دشمن ایرانه، دشمن ایرانه. و این زیبایی ها رو باید جمع کرد. اینا رو باید حداقل ما به فرزندانمون این دین رو داریم که بعد به دنیا بگیم ایرانی گروگانگیر نیست اونجوری داری نگاش میکنی. نه، نگاه کن تاریخشو نگاه کن که امپراتور ایران با والرین چی کار میکنه. نگاه کن کوروش وقتی به بابل میره پا میشه اول میره به معبدشون. خلیفه دوم عمر وقتی بیت المقدس رفت گفتن بره کلیسای مسیحی‌ها رو قیامت رو بزن داغون کن، نکرد. گفت شاه عجما به بابل رفت یهودی‌ها رو آزاد کرد، حالا من برم معبد مسیحی‌ها رو خراب بکنم که منم بذارن کنار بخت و نصر. این شاه ما کوروش بود، میرفت به معبدشون، بعد اومد یهودی‌ها رو پول داد، کمک کرد، سرباز پشتشون گذاشت، اینا رو به سرزمینشون بازگردوندن. باور کنید اعتبار کوروش در نزد بعضی از یهودی‌ها از خود موسی بالاتر. در نزد خود یهودی‌ها من دیدم چه جایگاهی برای کوروش قائلن. ما اصلا نمیشناختیم. شاه جشن 2500 ساله برپا کرد، 100 تا رهبر دنیا اومدن ایران، ما مسخرهش میکردیم. اصلا به کوروش کاری نداشتیم ما. امامزاده لانقین و امامزاده بیژن از این چیزا فراوون داشتیم دیگه، حالا هم که 13,000 تا زیاد شدن. نمیدونم هر شب چجوری امامزاده زیاد میشه. ولی الان نوروز میبینید دور آرامگاه کوروش چه خبره. این بیداری رو کی ایجاد کرده؟ همین فرزانگان، همین آدم هایی که دکتر جنیدی تو اون بنیاد نیشابور، اینا معجزه میکنن. من در تاجیکستان و افغانستان آثار اونا رو که چجوری اینا این حرکتی که اینا ایجاد کردن باستابش تو آسیای میانه تو تمام این کشورها وجود داره و تازه دارن. هفته پیش یه تیکه کوتاهی در برنامه من پخش کردم از سخنرانی دکتر عبدالله رئیس هیئت اجرایی افغانستان مثل نخست وزیر در مراسم نوروز در مزار شریف. ضمن صحبت که گفت من تبریک میگم به ملت قهرمان افغانستان و گفت
همه آنها که در این واحد فرهنگی هستن. پیام اید آقای روحانی رو هم گوش میکردم. واحد فرهنگی یعنی این واحد گسترده فرهنگی. حالا تو خودمون به زبان فارسی میگیم، همه جور میگیم، ولی جهانیان که شاید سال 57 یه مقدار ما رو شناخته بودن، شناخت بعدیشون جور دیگری شد. متاسفانه شناخت بعدی این شد که گروگانگیری و مداخله در این کشور در اون کشور، آدم کشی. باز من اینا رو میگم چون فکر میکنم جمع شما که اینجا هستید، شاید اگر فقط خشک بپردازم به دکتر یارشاته زیاد درست نباشه، ولی یه نکاتی رو من اشاره میکنم که شاید یادتون بمونه. حضورتون عرض کنم که ببینید جهان آنچه از ایران میشناخت، اون زمانی که ما جا دانشجو بودیم، گربه و فرش و نفت و پرنسس سریا و خاویار بر و پرنسس سریا، یعنی ملک فرح هنوز جا نیفتاده بود برای عامه مردم اینجا، ولی سریا رو میشناختن. به مرور ایران تغییر کرد. من یادمه، حتما دکتر یادشونه، یک نمایشگاه اینجا گرفتن، نمایشگاه هنر اسلامی در آلبرت میوزیم، که شهبانو ایران هم اومد اینجا و بچه های دانشجو هم جمع شده بودن تخمرغ بزنن به کالسکه ایشون. در اون موزه دو سومش آثار ایرانی بود. موزه اسلامی بود ولی دو سومش آثار ایرانی بود و یک سوم مصر و مغرب و اینا بود. وقتی که انقلاب در ایران شد، اونهایی که ایران رو دیده بودن اغلب با تعجب میگفتن چرا؟ با یه آقای مثل کافی اومد تو خونمون باغچه رو درست کنه. گفت من 4 سال تو ایران تو هتل هیلتون باغچه رو درست میکردم، شما چرا مملکتون رو آتیش زدین؟ این سوال همه از ما میکرد. و به اعتقاد من دلیل آتش زدن نشناختن فرهنگی بود که آقای دکتر یارشاطر و نظایر اون امروز تلاش میکنن نه فقط به ما، به فرزندان ما که حالا اغلبم زبان خارجی یاد گرفتن، بلکه به جهانیان بشناسن. 1299 که دکتر یارشاطر به دنیا آمده، ایران شاید در کل چند ده تا مدرسه داشته، مدرسه رشدیه بوده، یه شرف بوده مدرسه. آقای دکتر یارشاطر در همدان به دنیا آمده. پدر ایشون مردی بوده در اون زبان، زبان اسپرانتو یاد گرفته بوده، یعنی معلومه خانواده فرهنگی. بعد مدرسه آلیانس میره، بهترین مدرسه تهران بوده و فرانسه و البته متعلق به یهودیا بوده. یه نکته جالب براتون بگم، در طول این سالها رژیم جمهوری ولایت فقیه بارها و بارها اعلام کردی که آقای یارشاطر بهاییه و روی مسئله مانور دادن، تو گویی بهایی بودن یعنی آدم مثلا جنیه، نمیتونه، آدم بهاییه، و با توهین و با حقارت. من ایمان دکتر یارشاطر رو فراتر از چارچوب مذاهب میدونم. او خیلی فراتر از مذهب دنیا رو نگاه میکنه. او به مذهب عشق، به مذهب دل، به مذهب ایران پایبند. بنابراین انگوش کشیدن روی او که این بهایی، خانمش بهایی بوده، امام بهایی ها بوده، اینا حرفای بی ربطیست که فقط از ضد فرهنگ ولایت فقیه بیرون میان. ایشون بعد میاد به تهران. پدر عاشق زبان اسپرانتو بوده، یه زبان بین‌المللی که من و همسرم هم میرفتیم پیش دکتر صاحب زمانی، میخواست به ما یاد بده. بعد حضورتون عرض کنم که مادر رو در 7 سالگی از دست داد و 1 سال بعد پدر رو. چه زندگی سختی داشته. یه خواهر و 2 برادر، خواهرش نورانیه در 1360 در تهران کشته شد.
آقای دکتر یار شاطر از اون آغاز عاشق زبان و ادبیات و فرهنگ فارسی بود. دکترایی که گرفته از شاعران قرن نهم، دکترای ادبیاتش، محضر فروزانفر رو درک کرده و از کسانی بوده که فروزانفر بسیار دوست داشته، او رو خیلی بهش علاقه داشته، و همینطور استاد همایی، دوتنی که او رو دوست داشته. مرکز ایران شناسی رو زمانی بنیان میگذاره که دیگه اسمی شده و رسمی پیدا کرده و زنده یاد امیر عباس هویدایی هست که به یاریش بستاند. من ممنونم آقای دکتر، این اشاره که شما فرمودید، همه بدانند که هویدایی آدم فرهنگ پرور بود و بسیار به فرهنگ علاقه داشت. هر دوستش از خارج میمد فقط کتاب میخواست. باز بگم در زندان مدرسه علوی من رفتم دیدنش و فقط کتاب خواست و توتون پیپ، و روز بعد براش کتاب بود. بله، ایشون یکی از کارهای جالب دیگه که کتابخانه سعید نفیسی رو خرید، وقتی دید قرار اینو بفروشن رفت خرید و بعد ایرانی کار رو به راه انداخت. با بودجه 2 میلیون دلاری سازمان برنامه 1353 کلید رو زد و بعد برای تامین هزینه های ایرانی کار ناچار شد بعدن آثار تاریخی خود رو به مبلغ 3 میلیون دلار به موزه متروپولیتن بفروشه در امریکا. من اجازه دارم میخواد از کسانی یاد بکنم که در ادامه حیات ایرانیکا تأثیر داشت. یکی مرحوم اقبال بود که در وصیت نامش 1 میلیون دلار برای ایرانیکا گذاشت. آقای محمود خیامی که عمرش دراز باد، که همیشه سرش برای کارهای فرهنگی درد میکنه. کسانی بودند که کمک کردند. الان به صورت جوانای ایرانی هستن که تو امریکا فارغ التحصیل شدن، درس میخونن، ماهیانه دارن کمک میکنن، 100 دلار، 50 دلار، 1000 دلار، من نمیدونم چقدر، ولی کمک میکنن. خب مرگ لطیف خانم، همسر دکتر، کمرش رو شکست. کمرش نیم شکسته بود، کاملا شکست، ولی این مرد عشق ایرانیکا نگرش داشت روی پا. تیمی که درست کرد دکتر یار شاطر به عنوان ویراستاران و مسئولان بخش‌ها، شخصیت‌های بزرگی تو خودش، سر ویراستار احمد اشرف، نیکلاس ویلیامز، کریستوفر برونر، محسن آشتیانی، آدم ملا هم داره، یعنی فقط این نیست که میگن بهاییه، ولی دکتر تعریف کرد، دکتر قاسمی، که بهترین روایت‌ها رو از اسلام او در همین ایرانیکا آورد. منوچهر کاشف، کیومرث قرقلو، ستی رضوی، حوریا یاوری، حبیب برنجیان، داگمار ریدل، این کسانی هستند که به عنوان دبیران یا ویراستاران ایرانیکا مشغول به کار. من نمیدونم شما اصلا ایرانیکا رو دیدید، شاید خیلیاتون دیده باشید. بر پایه حروف الفبا هر آن چرا که مربوط به ایران میشه نوشتن، مثل یه فرهنگنامه که باز میکنیم. مثلا الوند اونجا نوشته، نوع پرونانس کردنش رو، تلفظش رو نوشته، شهر داده کوه الوند چیه، چجوریه، چجوری اومده. بعد اونجا کروشه های باز شده و پرانتزایی که در دلش مثلا نوشته الوند، نام یه روستایی هم هست در اینجا که اینقدر جمعیت، یعنی یک اسم یه دفعه شما رو وارد 20 تا معنی میکنه. وقت بعضی اسما رو شما فکر کنید که عجیبه برای ما، مثلا شنیدیم ابرقو، خب ابرقو چی بوده؟ اونجا براتون توضیح داده سابقه تاریخیش، چند نقطه در ایران ابرقو نامیده میشدن و این در این ایرانیکا اصلا بی‌نظیره. قرمه سبزی، خب قرمه سبزی 20 نوع قرمه سبزی اون تو شهر داده شده که چه انواع قرمه سبزی ها. گبه، خب گبه، شرح مفصلی از گبه اینه که
فردی که اصلا ایران رو نشناسه و فرهنگ ایران، ایرانی کاری که باز میکنه مثل راحت الحلقوم شیرین عرضه میکنه به آدم این کتاب. به این مرد بزرگ درود میفرستم، در برابری سرخم میکنم، یاد عبدالحمید اشراق رو گرامی میدارم، یاد مرحوم اقبال رو، هویدای واقعا مظلوم رو و همه آنهایی که برای بزرگی و اعتلای ایران جان دادن و جان میدهند و جان و جهانشون ایران است. آرزو میکنم دکتر یار شاطر بماند و بماند. یک بارم ما ببینیم مرد مثلا 110 ساله ای داریم، آرزو میکنم. و همینطور خانم خرازی عمرش دراز باد، که در این دنیایی که آدم همش دنبال معامله است دلشو خوش کرده به این کارها. سرودم بسیار قشنگ بود، یاد یه لعبت والای نازنین بکنم که تنش به ناز طبیبان نیازمند افتاده و آرزو میکنم به سلامت برخیزد. از همتون سپاسگزاری میکنم، بیش از اینم وقتتون رو نمیگیرم. آقای نورزاده عزیز شفیق، از همه محبتتون تشکر میکنم، به دوستیتون افتخار میکنم و هدیه کوچیکی، سورپرایز کوچیکی برای شما داریم و اون تمر فرست کلاس.